بحران حاکمیت آخوندی در گرداب بحران‌های بیعلاج اقتصادی و در حراس از گسترش قیام و اعتراضات مردمی همچنان ادامه دارد. در حالی که رئیس فراکسیون باند خامنه‌ای در نامه‌ای به پاسدار علی رالیجانی خواستار برکناری وزرای ناکارآمد دولت روحانی شده است، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس آخوندی، آخوند زنوری عضو ببخشید نماینده مجلس رژیم از باند خامنه ای درباره بیکفایتی آخوند روحانی گفت: معتقدم از فردا بیکفایتی دولت رو باید در مجلس رقم بزنید. آقایونی که دولت رو حمایت کردن باید پاسخ خوب بشن. وقتی قیمت ارز دو برابر میشه ظرف چند ماه، مگه اینا نبودن که میگفتن اگر رئیسی بشه قیمت ارز میشه 7000 تومان؟ امروز رئیسی نشد، 9000 تومان رو کی باید پاسخ بده؟ آقای مطهری امروز این دولت خودش تصمیم گیرنده نیست، آقای روحانی با مردم نیست، آقایونی که دارن جور حمایت میکنن از مردم دورن. سال حمایت از کالای ایرانی و این وانفسای مردم، آقای رئیس جمهور با لباس ورزشی برند خارجی تو توچال داره کیف میکنه. اینا بیان با مردم رو زمین راه برن، امروز از مردم چرا گردانی یا تیکه پارچه میندازید بدبختی و گرفتاری مردم رو؟ از سوی دیگر، آخوند روحانی در سخنرانی روز سه‌شنبه خود درباره اقدامات باند رقیب علیه خودش گفت: زاریم در فضای کشور ما هیچ کس هیچ تریبون برای تخریب و تهمت و افترا و دروغ حاشیه امن داشته باشه. این وظیفه ماست اگر میخواهیم نظام رو حفظ کنیم. هیچ کس، انتقاد آزاد، همه باید انتقاد کنن. انتقاد دلسوزانه مفیده و همه از او استقبال میکنیم، اما تخریب و دروغ و افترا و تهمت و سوء ظن و سیاه نمایی هیچ وقت خوب نیست و امروز از همیشه بدتر و گناه امروز از همیشه بیشتر، به خاطر اینکه آثار خطرناکتری امروز داره. و در این زمینه دستگاه‌های فرهنگی ما، دستگاه‌های قانونگذاری ما، دستگاه‌های قضایی ما، همه باید کنار هم قرار بگیریم. روزنامه آرمان از باند روحانی درباره حملاتی که علیه دولت وی صورت می‌گیرد هشدار داد: در شرایط فعلی اگر دولت روحانی آسیب ببیند، این کلیت نظام سیاسی حاکم است که آسیب می‌بیند و حکایت سر شاخه نشستن و بریدن ته شاخه است. این روزنامه حکومتی افزود: شاید اگر شخص دیگری به جای روحانی بیاید، وضعیت بدتر هم بشود. یک روزنامه دیگر باند روحانی به نام ابتکار نوشت: حالا دیگر طرح عدم کفایت روحانی جمله‌ای پنهان لابلای صحبت‌های یک نماینده سابق اصولگرا که حتی مورد توجه همفکرانش هم قرار نگرفته نیست. آنچه امروز استعفای روحانی را به موضوع درجه یک ایرانی ببخشید درجه یک سیاست ایرانی تبدیل کرده، اظهار نظر چهره‌هایی همچون رحیم صفوی است. این روزنامه حکومتی می‌افزاید: موضوع اما از این هم جدی‌تر است. نماینده مجلس امیر خجسته در مورد ضرب الاجل 10 الی 15 روزه نمایندگان به دولت برای کلید زدن استیضاح وزرا و طرح عدم کفایت رئیس جمهور سندی است دیگر بر اهمیت ماجرا. این منبع همچنین نوشت: اشتباه نیست اگر بگوییم پیشنهاد استعفا به روحانی از زبان موسویان از افراد نزدیک به روحانی تیر خلاص به دولت اوست، اما اینطور که پیداست حمله گازنبوری به روحانی با ضرباتی مهلک‌تر از این ادامه دارد. درباره اوضاع انفجاری جامعه روزنامه حکومتی جهان سند نوشت: اقتصاد کشور دچار بحران شده است و این حقیقت را نباید کتمان کرد. باید پذیرفت جامعه و اقشار مختلف آن دچار التهاب شدند. این بحران نه تنها قابل چشم‌پوشی نیست،
بلکه در صورت ادامه سیل عظیمی خواهد آمد. یک روزنامه دیگر باند روحانی نیز نوشت مسئولان هر چقدر درست یا غلط هم بگویند احساس بحران در کف خیابان جاری است. رسانه‌های رسمی در شرایط ویژه یا بحرانی ظرفیتی از دست رفته و خاموشند.